یه ویدیو براتون انتخاب کردم بینظیر بازی مسابقات وردکاپ 2017 بازیکنهای انگلیس در مقابل بازیکنهای ایران یا خود خدا بازیکنها کیم توی انگلیس توی این تیمش در واقع جا ترامپ و هافکینگز اون طرف حسین وفایی سوئل واحدی بی معطلی با هم دیگه بریم تو سال 2017 رقابت تیم ایران و انگلیس رو با همدیگه تماشا با کنیم بله <applause> چهره جا ترامپ آخستان وفایی رو میبینیم تقریبا این ویدیو برای هفت سال پیشه رفقا با لایک کامنت سابسکرایب حمایت بکنید و ارزم به حضور گرامتون که مسابقات گفتم مربوط به ورد کاپ 2017 بیمه مثلا خودم در رابطه این مسابقه خیلی سوال دارم که بازیکنها زیر پرچم بازی نمی کنن بازی به صورت انفرادی هستن بعد مثلا الان فرض بگیریم یه, ب... یه, نفر از یه تیمی از یه کشوری مثلا یه نفر تو مسابقاته چون یه نفره اجازه مثلا مسابقه ور... مسابقه چی که اجازه ورود به مسابقات ورد رو نداره میگیری چه مثلا انگلیس چون 5 پنج تا تیم داشته باشه چین پنج تا تیم داشته باشه مثلا یه کشور دیگه ای نداشته باشه آیا اجازه حضور نداره این مثلا خودش برای من سواله که داستانش از چه قراره ولی با هم دیگه بریم ببینیم دیگه جذاب دیگه هاف کینگز تو تیم انگلیس هستش و ترامپ توی این تیمش از این طرف هم تایمی هستش که هم سوهل وایدی توی مسابقات رنکینگ حرفه یا هستش تو هرفهی یا هست و حسین که بوده الان که امیر سرخوش به جمع بازیکن های ایرانی که الان دو نفرن دیگه حسین و امیر سرخوش هستن که احتمالا اگر همچون مسابقه برگزار بشه در کنار حسین امیر سرخوش رو میبینیم و تک تک بچه ها هم آرزو موفقیت میکنیم بریم بریم تو قلب بازی چه اتفاقی میافته با لایک و کامنت و سابسکرایب حمایت بکنید جا ترامپ رو که همیشه خوب بوده بازی ها هم به این صورته که تک به تک بازی میکنن بعد بعد عوض بدل بشه دیگه فکر <متصفح> کنم به دی ساید آره فکر <متصفح> کنم به دی برسه دو به دو بازی میکنن ولی الان چون بازی هم ببینید که پنج فریمه یک فریم خیلی هم سخته یه جورای شبیه چیز این بازی توی تک فریمه شبیه شوت آوت میمونه هیچ جای چیزی نداری خطایی نداریم ببینیم که چه اتفاقی رقم میخوره و بچه ها چی کار میکنن <هن> اول صحبتم هم گفت حالا اتفاق هم تو بازی بیفته حواظ هستش که بگم بهتون خیلی ها نمیدونن زیر پرچم بازی کردن یعنی چی ببین آکن شما این مسابقه شرکت میکنین مثلا مسابقات آسیایی ای ایران سهمیه داره مثلا میگه آقا شما تیم ایران بعد چهار نفر رو مثلا معرفی کنی به این مسابقات سهمیه داره حالا ایران میگه ایکس ایگر چهار نفر بازیکن ما هستن بازیکن رن... چی مسابقات رنکینگ جهانی شخص باید تلاش بکنه که سهمیه به دست بیاره مثل همین الان که مثل خود حسین مثل خیلی های دیگه که رفتن وارد مسابقه شدن شخصه و اینکه بر همین هست که میبینید که بازیکن وارد تور ارفه میشن دیگه به هیچ عنوان اجازه مسابقات دیگه ای رو ندارن شرکت بکنن میگم خودم خدا من این مسابقه داره برگزار میشه برام جالبه از اسکور چیه؟ اسکور 63 تا ترامپه و 22 تا حسین میشه چقدر؟ بذارین شیشه هم زد فکر کن برسه شیش هم زد اضافه بکنه ببینیم چقدر کم و کس داره اسکور رو اپدیت بکنه ما میگیریم سی تا که باشه سی و چهار تا اختلاف سی و چهاره رومیزه حسین باید قرمز رو با مشکی ب... آو مشکی رو با قرمز بزن و تمامش نه اینجا دیگه نیازی هم حتما به مشکی زدنش نیست ولی بعد ببینیم که خب اوف به به دیگه بهتر از این نمیتونست این اتفاق برای حسین بیفته که فری بال بشه میز میز خوبیه خب شبیه تمرین لاین اپ اینج. وای این چیه دیگه اوج بدشانسی اوج بدشانسی که قرمز بیاد بچسبه به توپ سفید بچه هر بازی که از قدیم جا مونده تو پلیلیست های ما نیستش و دوست دارید که توی استوکر شو با همدیگه تماشا بکنیم حتما برام تو قسمت کامنت ها بنویسید هم خودم هم, هم بچه های ادیتور میبینیم پیگیری میکنیم و پیدا میکنیم اون بازی رو مثلا من الان خودم اگه کسی این ویدیو رو داره برای من بفرسته لینکش رو من پیدا نمیکنم بازی حسین وفایی با جا ترامپ سال 2012 سیکس رد مسابقات جهانی این اگه کسی لینکش رو داره فایلش رو داره هر جوری که هست به دست من برسونه ممنونم میشیم چرا که من خیلی نقد و بررسی دارم ویدیو قشنگی میشه، اما بیاییم تو قلب بازی 57 و هفت باری کلا حسین تونست سی و تا عقبش رو خیلی خوب جبران بکنه یه میز کلاسی که اومده دستش باری کلا اینو که بزنه یه چیزی هم حسین آفرین آفرین، یه کامبک و اینو کامبک رو تموم میکنه حسین و بابا دست خوش واری کلا چه کامبکی زد حسین به ترامپ آفرین. آفرین 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 باری کلا بریم به بازی دوم بری آف کینگز چهره سوهل واحدی رو میبینیم آخرین خبری که از سوهل دارم اینه که توی مسابقات چاینیز بیلیارد شرکت کرده و حالا ببینیم که اونجا چیکار کار کرده این مقوم بردن بچه توی چاینیز بیلیارد هم یه چیز عجیب غریبیه چون که غیر از یکی دوتاشون بیشتر دسترسی به, چون به میزه چیز ندارن به میزه هیبال ندارن حالا من تو بیلیارد و در رابطه با این موضوع صحبت بکنم ولی حالا بیسیک به شما میگم میزش نیست بعد از اون مهمتر اصلا یه چیز دیگه از هیبال با بازیکنای خودش بازی بکنی سیاست بازیش چیز دیگه است بگذاریم بریم تو قلب این بازی فریم دوم هاف کینگز چغره بد بدن انگلیس انقدر بازیکن داره هر تیمی یا هر جوری ببنده قوی هن. ولی حسین الان تونست یه کامبک خوشگل بزنه به ترامپ ببینیم که اینجا سوهل چی کار میکنه در مقابل هافکینگز در مورد سوهل وایدی همین نکته بگم اینکه که سوهل میتونست قبل از حسین وارد مسابقات جهانی بشه یعنی یه بار تا لب مرزش رفته بود خیلی سال پیش ولی چون باید نیفه دوم شدهش و کنم سال 2004 نه 14 نبود قبل چون حسین 2012 وارد تور الفیا شد قبلترش بود که اونجا دوم میشه و نمیتونه وارد تور الفیا بشه فقط بعد اول میشده یعنی اگه اون اول میشد میتونه زودتر وارد تور الفیا بشه اون مصاحبه من و حسین میگم حسین من و سوهل رو نمیدم دیدین یا نه توی کانال هستش که اصلا داشتم ایش صحبت میکردم در, در رابطه همین تور حرفه‌ای‌ها، اصلا یک دنیای دیگه است واقعا هم درست میگه اصلا یک سیاره دیگه است آقا 65 تا هافکینگ زد و فریم رو از سهیل میگیره در اینجا قصه با هم برابر میشن ایران یک انگلیس یک بازی بعدی هافکینگز میمونه احتمال زیاد و یا سوهیل میمونه یکی این دوتا میمونن رومیز و نفر بعدی میاد که فریم بعد رو ادامه بده اگر بازی به دیسایدر کشیده بشه خوشگل میشه که آه البته اینو باید نه 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 بچا ای این بازی رم عوض میشه فکر کنم فریم 4 رومه فریم چند رومه بعد دو و دو بازی کنن بذار الان ویدیو بره جلو متوجه میشیم یه تصمیم خیلی خوبی هم راستی گرفتم برای ویدیو ها بهتون میگم در آخر این ویدیو بهتون میگم که در جریان باشین امسال ویدیو گذاشتنمون و داستانمون به کجا میرسه بریم هافکینگز رو میز موند و حسین اومد روی میز یاد کشیکج افتادم که دست میزنن اون یکی میاد رو میز بریم بریم که حسین از آه نه 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 استاپ دقیقا هم حرفی که من زدم فریم سوم برای اینکه این اتفاق رقم بخوره کلا دو به دو میشه شات تو شات هم نیست بذارم درست میگم آره شات تو شات نیست بازی کن که میزنه و بریک میکنه خودش ادامه میده بازی رو شات تو شات به این صورته که مثلا یه دونه حسین میزنه یکیشو شو سوهیل مثلا من قرمز واسه حسین باید بزنه تا اونجا که میدونم سوهیل متعاله ه ارزم با حضور گرامتون که خیلی قهرمانی داره سوئیل سوئیل این جزء بازیکنهای قدیمی ایران هست واا یک کامنت یک کامنت گذاشته بودن رو بازی امیر سرخوش الان یادم افتاد گفتش آقا نیما گفتم بله گفتش که چطوری میشه امیر سرخوش بره تو تور عرفه یا بمونه نگرش داره آقا مگه خوابگاه آشقتونم خیلی خوبی بابا طرف دو سال همه بازیکن ها جواز و حضور میگیرن هر نتیجه بگیرن دو سال و هستن اگر خوب نتیجه بگیرن رنکشون میاد بالا از اینطوری بگم مثلا 140 نفر این تو تو تور حرفه‌ای هستن سال بعد 20 تایی که آخر موندن نتیجه نگرفتن دیگه بر میان بیرون 20 تایی که قهرمان جهان شدن مثل امیر سرخوش اینا میرن تو تور حرفه‌ای دوباره دو سال بهشون تایم داده میشه بعد دو سال اگر خوب نتیجه نگیرن میان بیرون این که نگر دارن عالی بود پاره شدم اگه چیزی آقا... آقا. او <متصف> کیو والاش اسکور توی دو به دو هیوده یازده مثلا خود سوهیل حالا به هر دلیلی اون نتیجه که بعد میگرفت توی دو سال رو نگرفت دو سال مز رقابت کرده اومده بیرون دوباره میتونه تمرین بکنه از تجربیاتش استفاده بکنه و آخ خالی میرم و دوباره برگرده به تور حرفه ای ها اینطوری نیست که یکی بره تو تور بمونه و اینا حسین رو که میبینیم مثلا تا حالا خارج نشده هی نتیجه های بهتر گرفته با توجه به اون رنکی که داره و هستش حتی حسین هم اگر نتیجه نگیره بعد از دو سال حتی دیگه حسین دیگه به دو سال دیگه ربطی نداره حسین اگر رنکش بیاد بالا که بعید میدونم این اتفاق براش بیفته اصلا نمیتونه تو رو حرفه بشه ببین معمولا بازیکن از یه عددی رد میشه دیگه رو اون ریتم خودش میره جلو و دیگه حالا دیگه سنه بره بالا پیش بشه و بعد حالا چه بازی چه کارکتر شخصیتی داشته باشه که چه جایگاهی داشته باشه, باشه که بهش چی بشه میگن کارت افتخاری بهش بدن مثل هنری دوهرتی دات اینا همه کارت افتخاری دارن تو تور حرفه هستن بازی گره خورد بازی گره خورده پونزه هیفده بریم ببینیم که از تو دل این دو به دوی خوشگل سوهیل و حسین از اون طرف ترامپ و جا ترامپ چی گفتم؟ ترامپ و هافکینگز چه اتفاقی رقم میخوره؟ شما هم رو با لایک و کامنت و سابسکرایب حمایت بکنید خیلی هم توی کامنت قبلی پرسی دادن دونیت یعنی چی؟ دونیت رو میتونید بزنید توی گوگل سرچ بکنید اما توی تمام دنیا کسایی که برنامه تولید میکنن حالا می این میتونه به صورت استریم باشه به صورت لایو باشه مثل, مثل برنامه ما باشه افراد بیننده ها میان با هر مبلغی که دوست دارن ضربه رو ببین دونیت میکنن هدیه میکنن ساپورت میکنن این که شما میگم دونیت بکنی منظور اینه ولی توی ایران اگر واقعا من دونیت رو ندونی یه برداشت خیلی بدی میشه برای همین به شما میگم اول این دونیت رو بخون که خیلی هم محبت دارن توی لینکی که توی دیسکریپشن هست ما رو دونیت میکنم مبلغاش هم مبلغای کمی نیست ولی اصلا بس این نیست بس اون مبلغش ما نیست بس اون حرکتی که شما انجام میدینه که من حتی حرکت بهتری هم کردم گفتم که شما میتونید با خریدن پکیج آموزشی هم همون حکم دونیت رو داره همون حکم حمایت رو داره که هم حمایت کرده باشید هم یک کالایی هم به عنوان هدیه دریافت کرده باشید یک خدماتی هم دریافت کرده باشید دیگه علا ایوها خریدن تیشرت همون حکم دونیتر رو داره متوجه منظورم میشین دیگه واضح تر از اینی که نتونستم دونیتر رو براتون توضیح بدم که معنی بدی نداشته باشه حالا اینم بگم که دیگه گفته باشم دیگه ادامش ندیم مثلا یوتیوبر ما داریم درآمدش میلیون دلاره که با طرفی که میخواد دونیتش بکنه نمیاد بگیم مثلا من این 100 دلار دارم میدم تو که ماهی 5 میلیون دلار درآمدت نیازی به این 100 دلار نداره اون نیت است مهمه میگیری چی بهت میگم نه اینکه طرف نیاز داشته باشه یا نیاز نداشته چقدر زشت آدم دونیت بخواد توضیح بده ولی الهی حال دوست <سؤال> داشتید <سؤال> با انرژی خوب دونیت بکنید دونیت هم حالت مختلف داره لینکش هم توی دیسکریپشن هست ببخشید که اینقدر توضیح دادم چون کامنت های ویدیو قبلی اونو ببینید خیلی من این دونیت رو نمیدم ولی حالا ایو حال اتفاق خاصی هم و اینجا یه لانگ شات هاف کینگز میزنه کم کم داره یه کوچولو فاصله میفته توی اسکور 25 17 31 17 کم دو به دو بازی کردن کار سختیه دو تا بازیکن خیلی بد با هم مچ باشن و بتونن از پس قصه بر بیان و منتظر باشیم و بشینیم و ببینیم و که این اتفاق برای این دو تا بازیکن خوب میفته یا که نه اینجا بابا یه لانگ شده تمیز از حسین این از حسین سوهیل و صورتی رو میس میکنه او و و ترامپ جالبیش نیست که حمله نمیکنه چه جالب چه جالب که ترامپ حمله نکرد قرمزی که بغل میشکی بود مگه نداشت نمیدونم <سؤال> نه نمیافته ه ۳۱ میشه چقدر میشه 13 تا دا اختلاف دارن چیز خاصی نیستش بر ببینیم که چه اتفاقی تو بازی رقم میخوره حالا سختتر از این شات تو شات یه کار خیلی خوب میخوام بکنم میگم آخر ویدیو رو ببینید یه سری برنامه ریزی ها باسه استونکر شو دارم که شما باید نظر بدید با نظر شما بریم جلو اینکه من یه فکری بکنم یه بررسی بکنم یه بحثه اینکه شما هم اوکی باشید اصلی قصه اونه خب اینجا یه ضربه نزدیک به فلوک اتفاقی افتاد ولی کیوبال میفته به نفع کنم به نفع انگلیس درسته بله به نفع انگلیس بوده بازم مهم نیست به خاطر اینکه اختلاف زیاد نیستش بازی چه گره خورد الکی الکی well, We must 30 اوه, اوه اوه چه پلنتی میخواد بزنه هاف کینگز اتفاقا اوی به به توپو کاشت اتفاقا همین فعلا پس فعلاً یه مسابقه البته رنکینگ جهانی نیست ولی تو مسابقات حرفه دو به دو یه خانم یا آقا با همدیگه به رقابت میپردازن و منتظر باشین که ویدیوهای اون بازی ها رو هم خالی از لطف نیست دیدنشون ما با در واقع تو شما میخوایم بازی های بروز که رو با هم دیگه ببینیم و نقد و بررسی بکنیم و بروز و آپدیت باشیم دیگه اینطوری بگم بهتره خب. نوزد اینجا حمله حمله فکر کنم حسین زد درسته بله حسین زد حمله میکنه حالی ببینیم کارو میتونه در بیاره همینجا حسین میز... میزم که اصلا قشنگ نیست میز اصلا قشنگ نیست صورتی داره فکر نمی کنم بله صورتی نداره بازیکن انگلیس رو میفسه پشت امشادا و هاف که خیلی ساده و راحت و اینجا سوهل تست میکنه بعد ببینیم توپ داده یا نه توپ که این قرمز جلویی هست خیلی هم راحت بله خیلی هم راحته چرا به خاطر اینکه هیچ مانعی جلوش نیستش که بخواد بزنه و بیاد پایین میز ترامپ شوخی بردار نیست ۴۹، they are. تا اختلافشونه بازم مهم نیست اسکور دست نیافتنی نیست احتمال هم مسابقات که داره تو کشور چین مرگوزه میشه تماشاچی هم میشه این موضوع رو متوجه شد might just یا لانگ از ترامپ ببینیم چیزی آبی رو داره ولی میتونه که آها دقیقا همین کارو خواستم بگم میتونه این کار رو انجام بده و کی قرار بزنه بابا دست خوش دست کی زد کی زد اینو سوهل بود یا حسین الان بهتون میگم این بوده سیف میکنه سهیل سکور بیست و پنج Chances of نه تاچ نشد تاچ نشد بازی میره تو منبت کاری و اینجا ساحل توپ دور میکنه که بازی که مجبور بشه زیر دستش خرابه بهش میگن ماسک چینی آه بد نبود یعنی دو به دو سختیش اینه که تو ما یه ضربه میگه میزنی سه نوبت پاید بشینی بیرون تا اگر اون بازیکن بریک نزنه خیلی سخته و اینجا هافکینگ نه کیوبالش نمیافته تو پا هم استنکر میکنه داور میره چک میکنه زاویه رو اینجا آه. تو پا کاره تو کاره و ضربه خوب از ترامپ نمیتونه کنترل کنه احتمال زیاد میخواد بزنه کنون کنه با زرد که نتونست این اتفاق رقم بخوره حالا چهار تا 29 تا اختلاف یعنی در واقع فریم بالش بود توپ سبز ولی بازم مهم نیست یه اس... یه دونه خطا میخواد فکر در میاد آ، اینجا رو هاف رو ببین چقدر بد اسنوکر میکنه اوه. سایل خندش گرفته کیوبالش نیفتاد و تو ده تو دهنه پاکت مون یه سیف خوب انجام میده کار دارن میکنن ترامپ و هافکینگز چی کار دارن میکنن چه اسنوکرهایی دارن میگیرن در واقع بابا دست خوش حسین باری کلا باری کلا نه دیگه چی کار میخواد بکنه دیگه دیگه وقتی اسنوکره اونم تو سوراخه دیگه تو سوراخ چیه تو پاکته دیگه چی کار میخواد بکنه دیگه جادو که دیگه نمیتونه بکنه تر کنم بازی بعدی بازی ترامپ و سوهیل و باشه احتمال زیاد بل. دو به دو رو واگذار <applause> کردم فریمش رو من اشتباه کردم من فکرم دیسایدر رو دو به دو بازی میکنم و یادم تا که نه این این در هر حالتی باید این دو به دو شکل بگیره برای همین بهترین گزینه هم فریم سومه یعنی که اگه دو هیچ هم بودن باز همین اتفاق رقم میخورد فریم مهمه فریم سوم بریم به سراغ فریم چهار روم بازی دو یک انگلیس درسته حسین بعد بازی کنه با هاف کینگز این قشنگ میشه در واقع ببینیم که حسین کار به دیسایدر میکشونه و اینجا رو این هاف کینگز رو ببین هاف کینگز رو چیز میشه <تص> <تص> <ملون. ملون> داداش ویدیو سال 2017 ده، من تو 2017 که نمیتونم طرف چشم زنم که میشه همچین چیزی بریم بریم به سراغ ادامه بازی تو پفتاده دست حسین ببینیم حسین کار به دیسایدر میکشونه یا که نه this is tough yeah he just caught you that could prove to be yeah. very expensive oh, i think i said so 22 was saying MTS cast me corner and miss me corner it took me off the daf yeah. daf 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 that's the half kings or two, we'll be going over to the Euro 22 امتیاز گرفت چند تا شد؟ سی و امتیاز گرفت و نتونست ادامه بده و میس میکنه و توپ میفته دست حسین میاد یه ضربه کالباسی بزنه بره پشت چهار بره پشت قهوه ای ببینیم میتونه نه نرف کیوبال نرف کیوبال و هافکینگ زمین ضربه دو منظوره میزنه حسین راضی نیست از ضرب خودش ولی میزنه صورتی رو یک تغییر بزرگ و اساسی من اگر بخوام همین الان بگم بین سال 2017 و 2024 حسین اتفاق افتاده ریاکشن و اکت هایی که تو بازی میاد خیلی کمتر شده و این خیلی بهش کمک میکنه من از کنم خ... جزو اولین کسایی بودم که این نقل رو داشتم و اینا خیلی کم شده و اصلا این لول اپ یعنی چی دیگه آقا اینم خودش خیلی لول دیگه ریاکشن های کمتر اینجا ببینید یکم ریاکشنش بیشتر اگه بازی الانش رو حفظ باشی میبینی که چقدر ریاکشن ها قطع شده کامل خیلی کمتر شده به صورت چشمگیر و این خیلی خوبه ۴۴۲۹ و, و کنون واک نه ببین کنون شکل گله کنونه به اندازه نبود بله اصل قصه رو میزنه و هافکینگز اه... اسکور چنده؟ یاد ساب کنید. خب سی تا سی و تاست. اوکی نه هنوز امید هست. هنوز امید هست. ببینیم حسین میتونه دومی کامبکش هم بزنه تو این بازی به ترامپ که زد. بعد بشینیم و ببینیم به هاف کینگز میتونه کامبک بزنه یا که نه. نه اینجا هافکینگز نمیتونه بزنه هنوز امید هست حتما نیازی نیستش که با توپ مشکی بخواد توپ پات بکنه تقریبا بگم هر رنگی و بعدش بزنه میتونه مجوز پات کردن رو بگیره یه دبل کیسی هم میکنه اون وسط با قرمز اینجا من چه گفتم بازیکن های ایرانی کلا پیچ خوب میزنن. می, می چرا؟ خاطر اینکه تو بدو بازیشون آگاهی کامل نداشتن از باندها و و خوششون میومده از این قصه پیچ زدن اتوماتیک وار بازیکن ها پیچ زیاد میزنن اوکی و واه زدش و کلا ضربات پیچ خوب میزنن و متاسفانه اینجا بازی واگذار میشه آیا سوهل میگم سوهل حسین ادامه میده بله صلاح میدونه که ادامه بده اسکور چی به ما میگه اسکور به ما میگه یه سی تا یه هشتا سی و نه تا اختلافشونه و چند تا میخواد سه تا خطا میخواد این اولیش دوتا میخواد ORIGINAL پوزیشن هم که قطعا نداره بابا باریکل بابا براو آفرین آفرین دو تا دیگه میخواد آقا اینا اگر این فریم رو بگیره دیگه واقع این یکی دیگه یکی دیگه میخوام یکی دیگه میخوام اینجا فری بال خب فری بال چیکار میخواد بکنه آ نه این دیگه خیلی شانسی بود این دیگه خیلی شانسی بود چرا اینطوری زد اوکی هافکینگز هم از حالت اسنوکر در ولی خب قل میداد من نفهمیدم چرا ضربهش رو محکم زد حسین عجیب بود عجیب بود پاورش خیلی زیاد بود بام نمیزنه نمیزنه یه خطا دیگه بگیره کار در اومده البته یه خطا دیگه بگیره تازه میاد روی میز یعنی 27 تا اختلافشون میشه اینجا هم که نوکر میشه میزن و بهش میخوره فکر کنم نه ماسک نشد ماسک نشد و اینجا رو هیچ حسین یه دونه اسنوکر میخواست بدترین حالت اسنوکر صورت گرفت در میاد فکر نمی کنم در نایمد و پشت توپ زرد و اینجا هم زرد رو میزنه فکر نمی کنم دیگه ادامه بده حسین میتونست میتونست که اتفاق رفت. رخ... میگم ه... نمیدونم چرا انقدر بد زد اونو یعنی اگه قل میداد توپو میکسون به توپ مشکی صد یه استونکر سخت میگیره من نفهمیدم چرا محکم زد راستیتش نتونست کار رو جمع, جم بکنه حالا سوال بعدی من اینه چرا الان رفتم فریم پنجم فریم چهارم یا پنجم فریم پنجم اوکی okay. احتمال خیلی زیاد این مسابقه تو مرحله گروهیه و چیز امتیاز داره چی میگم میگن فریم امتیاز داره و اینطوری نیست که مثلا سه یک بشن اینا ولی خب بریم بری ببینیم که جدال سهیل حسن... و ترامپ چی میشه تا اینجا سه یک 99 درصد تو مرحله گروهی این مسابقه که این شکلی داره برگزار میشه بریم ببینیم نتیجه این فریم چی میشه میخواد گوشش رو بگیره این وای چقدر خوب زد گوشش رو میخواست بگیره بیاد بالا که این اتفاق رقم خوردش ترامبیه حمله میکنه نه فکر نمی کنم پوزیشن بده موقعیت خوبیه برای صهیل حتما آخرین ویدیو رو نگاه بکنید نظرسنجی دارم اه. چون این کانال برای شما کلا تولید میشه برنامه هاش نظر بدید که من متوجه بشم که چه کاری درسته چه کاری غلطه من یه سبک سنگینی میکنم ولی در نهایت نظر سنجی شما مهمه بوم بو نه 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 26 تاس. چرا تو دهنه من نمیچنخه اسمش سوهیل میزنه و هیچی دیگه ترام خیلی بازی ضعیفه فلوک هم میزنه و دیگه نور الان نور نور ای وای چه شانسی چه شانسی میاره تیم ایران که توپ ترام پات نمیشه بریم به ادامه مسابقه 26 امتیاز سهیل گرفت و نیم گفتم یا نه ولی آشنایی من و سوهیل برمیگرده به اولین مسابقه ای که به صورت رسمی تو کل زندگی شرکت کرده بود خیلی هم اتفاقی من توی اون مسابقه بودم و استایل بازیش اصلا نظر من رو جلب کرد مال موضوع مال سال 1300 و 80 و, و کنم یکه یا یک یا دو که تو هم مسابقاتم سوم شد که حتی خودم برای اولی ما به سوهل گفتم گفتم سوهل اونجا هم دیگر رو دیدیم شوکه شد واح نمیزنه ترامپ ما انقدر بازیکن خوب داشتیم توی ایران تقریبا هم تا 90 درصدشون رو من میشناختم ولی خب حالا به هزار و یک دلیل بازیشون ادامه پیدا نکرد ما همیشه میگم با توجه به اون بازی ها برای همین میگم میگم خیلی باید تعداد بازیکن تو تور ارفه یا بیشتر بود خیلی زیاد در دروغ به شما نگم ما در حد چین میتونستیم بازیکن تو تور حرفه یا داشته باشیم قبضه کنیم اینطوری بگم بهتره بازیکن های خوب ها نگم براتون بح و یه لانگ تر و تمیز آیا اسنوکر میکنه یا بریک ادامه داره بله رفتیم پشت ها و لعنتی ترامپ هم خیلی خوب بازی میکنه خیلی خوب خیلی مسلط همش فقط از یه نقطه میشه پاتش کرد و گره بازی رو حل کرد دقیقا هم ببین بلد این لعنتی داور اینجا باید خیلی دقت کنه آره کلا نه سلامت سلامت بود ضربه و تنها جایی که با کیوبال نگه داشت تا مشکی رو بزنم هم فقط هم اونجا بود قول مرحله آخر این قصه است ترامپ سالیان زیادی رنگ یک دنیا بوده با حضور تمام بازیکنان قدیمی اینو در نظر داشته باشید با همین سن کم همون سال 2012 دوزار که میگم ترامپ رنگ یک دنیا بوده اوکی okay, دوباره تو میفته دست ترامپ سی تا سهیل امتیاز کسب کرده بوده ولی اصلا قابل چی میگن اعتماد نیست این اسکور خیلی کمه دو تا توپ هم چسبیده به باند و ببینیم که چه پلن و برنامه ای ترامپ داره برای این توپ ها بله مثل قن میزنه این اولیش کنم بد زد نه وا دیدی افتاده بهت میگم که اون رو بد زد انقدر دیگه استونکر دیدیم با این زاویه غلط و اشتباه هم میفهمیم که توپ پات میشه یا نه یه ضربه خیلی او توپ داد به سوئل بزن سوئل بگیریم فریمو بزن این فریمو بگیر خب تا اینجا قصه به قول معروف اسکور رو حساب کرد میز میز خوبیه میز میز خوبی یه دونه آواره کلا کنانه شکل گرفت حالا با مهم اینه که چطوری بیاد پشت این قرمزه آیا استوکر میکنه یا نه تصمیم میگیره پات کنه ده پاور زیاده پاور زیاده مجبوره نمیدونم سیفه وای سوهل سوهل وای وای من گفتم میخواد سیف کنه البته گفتم همیشه باید به نظر بازیکن احترام گذاشت نمیتونیم به نمیتونی بهش گیر بدیم طرف قهرمان جهانه نمیتونی بگیم چون مثلا بلد نبوده بزنه بد زده ضربش و همینجا اینجا یه خطا کافی بود که ترامپ سبز رو بزنه و ببخشید ای اسنوکر اصلا جای این خطا نیست و اینم از توپ صورت خب رفقا صحبتی که آخر ویدیو داشتم که حتما نظر شما برام مهمه قصه از خیلی ها پیام میدم میگن آقا خیلی که اوکیه خیلی ها. اوکی نیستم میگن که مثلا تو ب... روی نقد و بررسی بازی فقط در رابطه با اسنوکر صحبت بکنه حرفای حاشیه‌ای نداشته باشه ای من همین کامنتار رو میخونم فکر نکنی من کامنتار رو نمی... یعنی جواب نمیدم نمیخونم من دونه بدون کامنتار رو میخونم اوکی و از اون طرف یه سری پیام داشتیم که آقا از تایم ویدیو تایم ویدیو اسپویل میشه مثلا الان چه میدونم سه دقیقه مونده باز تموم بشه من میگم باید چهار فریم دیگه ببره خب قاعدتا طرف متوجه میشه که توی چار د... توی سه دقیقه چهار فریم و طرف نمیتونه ببره کار رو به دیسایدر بکشونه این کامنتار رو من داشتم حالا تصمیمم بر اینه بیام روی بازی فقط نقد و بررسی بازی رو انجام بدم نظر بدید همین طوری که الان داریم میریم جلو اوکیه خب دو میتونیم این کارو بکنیم من نکته رو نکته که به ذهنم میرسه میخوام بگم و یه جا رو کاغذ بنویسم اوکی بازی که تموم میشه در رابطه با اون کامل و مفصل بشینم صحبت بکنم این کار باعث میشه که تایم ویدیو افزایش پیدا بکنه و اسپایل نشه دو کسایی که حالا علاقه من به نقد و بررسی من هستن اون آخرش رو بیشتر نگاه بکنم و این شکلی بتونیم ببریمش جلو حالا شما نظر بدین آیا همین ریتمی که همین رو برا من بنویس ریتمی که تا الان داشتیم و بریم جلو بازی تمام میشه تهشم بیام یه نظر کوچیک بدم و خداحافظ یا اینکه این روش جدیدی که به شما گفتم حرف و حدیث ها رو بذاریم آخر ویدیو و این کار رو انجام بدیم حالا برای من چی باید کامنت بذاری؟ همین بزن بزن چی بگم بزن روال قدیم روال جدید من از روی متوجه میشم که نظر شما چی هستش امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشین اگر اشتباه نکنم یه دونه دیگه بازی چون بازی گروهیه بازی فکر کنم بازم باشه آره بازی بین ایران هستش با یه تیم دیگه بعد اونو برنم کیه اونم براتون بذارم از ویدیوهای های اون هستش امیدم که از این ویدیو هم لذت برده باشین با لایک کامنت سابسکرایب حمایت بکنین یه نکته دیگه هم الان یادم افتاد به شما بگم برنامه اسنوکرشو قرارمون اینه برای امسال سعی میکنم هر شب ساعت ده یه دونه ویدیو داشته باشیم توی اسنوکرشو برنامه بیلیارد هم جداه برنامه اسنوکرشو هر شب ساعت ده یه ویدیو داشته باشیم از قدیم اوکی از بازی های گذشته نه درست گفتم ببخشید هر شب ساعت ده, ده ویدیو داشته باشیم اما اگر بازی به روز بود هر چند تا که بود دو تا بازی سه تا بازی هر چند تا که بود دیگه ساعت نداره بازی ساعت چهار تموم میشه ما پنج بر شما ویدیو رو میذاریم پنج تموم بشه هفت براتون ویدیوش رو میذاریم که قشنگ داغ داغ همون روز تمام تلاش میکنم و قول نمیدم ولی اه سعی میکنیم به روز ویدیوها رو براتون بذاریم که قشنگ داغ داغ با هم دیگه بشینیم بازی ها رو نگاه بکنیم یادتون باشه مثلا فینال یادتونه تو سال قبل مثلا دوشنبه فینال بود ما مثلا سه شنبه یا چهارشنبه فینال رو میذاشیم تمام تلاش همون میکنم همون روز همون شب که بازی برگزار میشه براتون ویدیو رو آپلود بکنم با لایک و کامنت و سابسکرایب و دونیتی که توضیح دادم از برنامه اسنوکرشو و بیلیاردشو حمایت بکنید دوستتون دارم تا شب دیگه یه ویدیو دیگه فعلا خیلی عکس هایی که دارین مشاهده می کنید خدماتی هستش که میتونید از بیلیارد شو دریافت بکنید پکیج آموزش تصویری بیلیارد هست که شرکت در کلاس های حضوری و در آخر فروش کلیه لوازم جانبی بیلیارد هست که لینک کلیه موارد توی دیسکریپشن موجود هستش